در نشست دوهه همچنین ایوانکا ترامپ مشاور ارشد و دختر پرزیدنت ترامپ درباره توانمندسازی زنان صحبت کرد 104 در 104 کشور جهان جمعیتی دو میلیارد و 700 میلیون نفری از زنان قادر نیستند در صنایعی کار کنند که مردان شاغلند در 75 کشور زنان اجازه تملک و یا مدیریت و برخورداری از ارسیه ملکی را ندارند به همین جهت می‌بینیم که در مسیر مشارکت زنان برای استفاده کامل از توانایی‌های بالقوه آنان در کمک به پیشبرد جوامع و توسعه و شکوفایی موانع بیشماری وجود دارد. ایوانکا ترامپ در همین کنفرانس بر اهمیت توانمندسازی زنان در صحنه جهانی امور امنیتی تاکید گذاشت. Obviously a society can't population... که 50 درصد جمعیت آن یعنی زنان حضور مشارکت فعالی نداشته باشد نمی‌تواند جامعه‌ای موفق باشد. در این زمینه همچنین یک عامل مهم ایمنی هم وجود دارد. در اینجا به ابتکاری اشاره شد که در کنفرانس امنیتی زوریخ عرضه شده بود و موضوعی نبود که شرکت کنندگان در آن کنفرانس پیش از این مطرح می‌کردند. اما این موضوعی است که اهمیت دارد از این پس مطرح شود. زیرا با بیثباتی و تبعیض علیه زنان ارتباط مهمی پیدا می کند. ما این مسئله را در کشورهایی که در شاخص تبعیضهای جنسیتی در ردیف پایین قرار دارند بارها دیده ایم. در دو دهه گذشته در 17 کشور از 20 کشوری که در این ردیف بودند منازعه مسلحانه وجود داشته است به همین جهت اطمینان داشتن از کاربرد و توانمندسازی زنان در امور امنیتی در سطح جهانی حائز اهمیت است ایوانکا ترامپ دو سال پیش همراه با پرزیدنت ترامپ در جریان نخستین سفرش به عربستان سعودی و امارات متحده عربی در مقام ریاست جمهوری آمریکا توانست تعهد هر دو کشور را برای کمکی 100 میلیون دلاری به منظور پیشبرد توانمندی زنان کسب کند.